همه جای دنیا دو دوتا میشه چهار تا، به ما ایرانی ها میگن دو دوتا یا میشه سه تا یا میشه پنج تا، بلکه هم شش تا. حالا ببینیم آینده چه شود. نکته کور مبارزات مردم ایران این مطلبیه که من الان توی این ویدیو میخوام بهش اشاره کنم. دهه ها پیش، سال ها پیش، مافیای ایران ستیز تمام تلاش خودش رو کرد با استفاده از عوامل و عناصر خودفروش متاسفانه ایرانی تا حکومت 2500 ساله شاهنشاهی ایران رو سرنگون کنه و به جاش یاش شله قلمکاری به اسم جمهوری رو در ایران پیاده کنه که بتونه راحت ایران رو، اموال مردم ایران و کشور ایران رو غارت کنه و نذره مردم ایران به اون پیشرفت و ترقی که باید برسن، مستحقش هستن برسن. یکی از دلایل مخالفت انقلابیون 57 با سیستم شاهنشاهی انقلاب شاه و مردم بود. اون 19 اصلی که همین امروز در قرن 21 هنوز کشوری پیدا نشده که بتونه نصف از اون 19 اصل رو به مردمانش، حکومتی پیدا نشده که بتونه به مردمانش بده، اما حکومت شاهنشاهی در اون روزگار در عمل این رو پیاده کرد. نتیجه مخالفت با سیستم شاهنشاهی ایران شد جمهوری انگلنشان آخوندی سال 57. حالا جالب اینجاست، مدعیان امروز مخالفت با جمهوری اسلامی اکثرا همون کسانی هستن که سال 57 دست دو دست خمینی داشتن و این فاجعه رو در ایران رقم زدن. اتفاقا امروز هم با اندیشه جمهوری و مخالفت با حکومت پادشاهی دارن سعی میکنن چوب لا چرخ مبارزات مردم ایران بذارن. بیایم بررسی کنیم چند تا شباهت جمهوری خواهانی که اندیشه جمهوری دارن و خمینی که جمهوری رو در عمل پیاده کرد، تا ببینیم با خودمون چند چندیم. خمینی مخالف سرسخت تاریخ و تمدن ایران بود. جمهوری خواهان هم مخالف سرسخت تاریخ و تمدن ایران هن. خمینی مخالف نمادهای ملی ایران بود. جمهوری خواهان هم مخالف نمادهای ملی ایران هن. خمینی مخالف ناسیونالیسم ایرانی بود. جمهوری خواهان هم مخالف ناسیونالیسم ایرانی هن و همشون هم تجزیه طلب و جهان وطن شدن. خمینی منافع مردم ایران برای ملت ایران رو به رسمیت نمیشناخت. جمهوری خواهان هم به همین صورت و بسیار بسیار شباهت های دیگه. خمینی با پرچم سرنگ شیر خورشید ایران مخالف بود، دشمنی داشت. جمهوری خواهان هم با پرچم شیر خورشید مخالفن. خمینی انقدر با تاریخ ایران دشمنی داشت، با نمادهای ایران مخالف بود که حتی نشان صلیب سرخ ایران رو، هم نشان شیر خورشیدش رو برداشت، هم اسمش رو عوض کرد. و اتفاقا جمهوری خواهان هم همین اندیشه رو دارن و بسیاری بسیاری شباهت‌های دیگه. حالا وقتی شما این اندیشه رو می‌بینی، وقتی این افراد رو می‌بینی، وقتی این طرز فکر رو می‌بینی، می‌بینی یک بازی برای ما چیده شده، سناریویی نوشته شده که همون 41 سال پیش افرادی مانند قدرت الله همایون یا داریوش همایون، به قول خودشون اسلامی ها لعنت الله علیه، یا شاپور بختیار آشخالی که یکی از خائنین به ملت ایران بود، یا دیگر اراذل اوباش 57ی، یه سری آدرس‌های غلط، یه سری فکت‌های غلط رو همون 41 سال پیش در بین مخالفان جمهوری اسلامی نهادینه کردن که این فکت های غلط و آدرس های غلط باعث شده که 41 سال ملت ایران توی جنگل توی تاریکی دور خودشون دور بزنن و ما اگر نتونیم این فکت ها رو در هم بشکنیم، 41 سال که هیچی، 410 سال هم به همین منوال بره، آش همین آش و آش و کاسه هم همین کاسه. یکی از این فکت هایی که قدرت الله همایون لعنت الله علیه در بین مخالفان پیاده کرد و نهادینه کرد این بود که مشکل ما نوع نظام ایران نیست. اتفاقا برعکس، مافیای ایران ستیز سالهای سال تمام تلاشش رو کرد، هزینه کرد که حکومت شاهنشاهی ایران رو بندازه. خمینی وقتی اومد مخالف حکومت شاهنشاهی ایران بود. خمینی اومد که شاهنشاهی ایران بره، جمهوری اومد که پادشاهی از ایران بره. حالا شما اگر مخالف جمهوری اسلامی باشی دیگه نمیای بگی نوع نظام برای من مهم نیست، اتفاقا میگی من میخوام برم خمینی و جمهوری خمینی رو بردارم که حکومت پادشاهی به ایران برگرده. اینو یه آدم وطن پرست باید بگه. به ما میگن که به اسم دموکراسی، آزادی بیان و احترام به دیگران دست در دست جمهوری خواه بدید و مثلا حکومت جمهوری اسلامی رو بردارید. کسی که اندیشش اندیشه خمینیه، کسی که روشش روش خمینیه، کسی که ایدئالش ایدئال خمینیه، شما چگونه میخوای باش دست به دست هم بدی بر علیه چیزی که خمینی اگر این اندیشه‌شو داره اون در عمل پیادهش کرده؟ میخوام بهتون بگم فکت هایی که برای ما گذاشتن فکت های غلطیه. مثل این میمونه که مثلا شما بگی من دوست دارم برم پاریس. وقتی میگی من دوست دارم برم پاریس، اینو به قضا و قدر میسپری، براش برنامه نداری، براش راهکاری نداری، اولویتی براش نداری. حالا یه روزی چه اتفاقی بیفته من برم پاریس. اما اگر بگی من میخوام برم پاریس،
میشینی براش برنامه ریزی میکنی، پولاتو سر هم میکنی، میری بلیت قطار میخری، بلیت هواپیما میخری، بلیت کشتی میخری، به هر جوری که شده خودتو میرسونی به پاریس. این اون فرقیه که نکته کوریه که در مبارزات مردم ایرانه، که متاسفانه جمهوری خواهان، افرادی که به اسم جمهوری خواه هستن، با حمایت ارباب هاشون، مافیا هاشون، چون رسانه در اختیارشون هست، اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. در تاریخ ما حدود 900 سال پیش، زمانی که اعراب تازه به ایران حمله کرده بودن، قبل از حمله مغول، دقیقا شرایط ایران به همین صورتی که الان شما دارید میبینید توسط تازیان داشت غارت میشد. در منطقه تیر عطار نیشابوری بیت شعری هست به اسم پند سیمرغ، که دقیقا شرایط اون روز 900 سال پیش با شرایط امروز کشور ایران برابر و یکیه. و شاه کلید رهاییش رو در منطقه تیر عطار اومده میگه: از چه رو اقلیم ما را شاه نیست؟ بیش از این بی شاه بودن راه نیست. شما این همین مطلب رو، این همین بیت شعر رو در آبان و دی ماه 96 و 98 در داخل ایران شنیدید که مردم ایران هم اومدن به این درجه آگاهی رسیدن و گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. اما همین جمهوری خواهان مدعی در خارج از کشور و به عده دیگه که خودشون میدونن دارن چی کار میکنن، که رسانه هم در اختیار دارن، اومدن گفتن این مردم حالیشون نیست و زدن تو دهنه این مردم. بنابراین میخوام به شما بگم با تمام این تفاصیل، حالا فکر کنید آیا نوع نظام ایران مشکل ما مردم هست یا نیست؟ به همین سادگی نکته کلیدی مبارزات مردم ایران همینه. مردم داخل به این همبستگی رسیدن و اینو اومدن در عمل پیاده کردن. بر ما ایرانیان هست که دقیقاً مانند همون شعری که عطار نیشابوری تو منطقه تیرش آورده فریاد بزنیم: از چه رو اقلیم ما را شاه نیست؟ بیش از این بی شاه بودن راه نیست. چیزی به نام جمهوری زنجیری است که به پای ایران و مردم ایران بستند از سال 57 و قبل از 57 که ایرانی نتونه به قله‌های پیشرفت و تمدن و ترقی برسه. بنابراین اگر میخواید ایران آزاد بشه، اگر میخواید چیزی به اسم فقر در ایران نباشه، باید جمهوری رو در تمامیتش، هم اندیشش و هم روشش و هم سیستمش در ایران نابود کنید. ایران کشوری است که 2500 بالای 2500 سال سابقه شاهنشاهی و پادشاهی داره. البته همه این دوران خوبی نبوده، ولی اون سیستمی که سال 57 داشت ایران رو، قبل از 57 داشت ایران رو به یکی از قدرتمندترین کشورها میرسوند، کسانی که اومدن باش مخالفت کردن، این افراد قابل اعتماد نیستن و به اسم دموکراسی و به اسم حقوق آزادی نمیدونم بیان و از این مزخرفات فقط ما داریم وقت میخریم برای این که جمهوری اسلامی بیشتر ایران رو غارت کنه. جمهوری اسلامی هم یادتون باشه، جمهوری اسلامی پیمانکاری است که مافیای ایران ستیز فرستادن در ایران برای غارت ایران. جمهوری اسلامی اومد مالکیت رو از مردم ایران گرفت، مردم ایران رو مستأجر کرد، در صورتی که حکومت شاهنشاهی در همون انقلاب شاه و مردم اومد مردم بیچاره رو مالک کرد. خیلی فرق میکنه، شاهنشاهی مردم ایران رو مالک کرد، جمهوری مالکان رو مستأجر کرد. حالا اگر میخواد جمهوری اسلامی بره، باید یک صدا، یک فریاد: ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. و به اینم فکر کنید که آیا مشکل ما امروز نوع نظام ایران هست یا نیست؟